درود بر شما. دوم مهر ماه 1400 خورشیدی و 24 سپتامبر 2021 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به معرفی شاید بشود گفت مهمترین فردی که رئیسی از قوه قضاییه به هیئت دولتش آورده، غلام حسین اسماعیلی، رئیس دفتر ابراهیم رئیسی در مقام رئیس جمهور. پرده آخرم آخر برنامه. ابراهیم رئیسی به نیویورک نرفت. هفته پیش خبر دارین دیگه، به مجمع عمومی سازمان ملل نرفت. سخنرانیشو ویدیویی فرستاد به مجمع عمومی که در نوبتش پخش شد. چرا نرفت؟ سران بیش از 100 کشور امسال در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کردن. چرا رئیسی نبود؟ تازه شده بود رئیس جمهور، میتونست اولین نشستش بره یه سری شعار بده و اینا دیگه. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره علت عدم حضور آیت الله رئیسی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت ایشان به جهت برخی محدودیت های کرونایی و پروتکل هایی که باید قبل و در زمان سفر انجام می شد ترجیح دادند وزیر خارجه در نشست شرکت کند و خودشان برخط و آنلاین سخنرانی می کنند. دروغ میگن. حالا قبل از اینکه بگم چرا دروغ میگن، این برخطم بگم بهتون، این فرهنگستان زبان فارسی حداد عادل قیامته. آنلاین ترجمه تحت لفظیش آنلاین میشه روی خط، برخط. اینا واشتن آنلاین و برخط ترجمه کردن. میگه و خودشان برخط سخنرانی میکنن. آخه بگو عقل سالم، برخط یعنی چی؟ آنلاین معنی میده در زبان انگلیسی، در لاتین و به ویژه در به اصطلاح این فناوری تکنولوژیک. برخط چه معنی میده؟ حالا این یکیشه ها. من خواستم اینجا بگم برخطی که خوندم معنیش چی. ببخشید. خب عرض کردم دروغ میگن که به خاطر پروتکل های کرونایی هست آیت الله رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در نشست مجمع عمومی سازمان ملل شرکت نکردن. چرا؟ باز از یک رسانه دیگر جمهوری اسلامی میخونم. ظاهر شدن بدون ماسک و دست دادن‌های بی‌محابای ابراهیم رئیسی در اولین سفر خارجیش به عنوان رئیس جمهور به پایتخت تاجیکستان برای شرکت در اجلاس شانگهای نشان داد رعایت پروتکل‌های بهداشتی در نظر رئیس جمهور ایران اولویت ندارد. او در راهروهای سالن اجلاس شانگهای بدون ماسک با وزیر خارجه روسیه چاخ سلامتی کرد و دستش را برای دست دادن با وزیر چین دراز کرد که البته وزیر چین دستش را نگرفت. در نتیجه شواهد نشان می‌دهد عدم حضور رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل نگرانی او از ابتلا به کرونا نیست. وزارت خزانه‌داری آمریکا در نوامبر 2019 مصادف با 40مین سالگشت اشغال سفارت آمریکا در تهران با انتشار بیانیه نام 9 فرد نزدیک به حاکمیت یا درون حاکمیت را به فهرست افراد و نهادهای تحت تحریم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی اوفک اضافه کرد، از جمله ابراهیم رئیسی. افراد تحت تحریم اوفک از سفر با آمریکا منع شدند، اما تاریخ و برخی قواعد نانوشته نشان داده مجمع عمومی سازمان ملل مستثناست. البته رئیسی مثل بقیه رؤسای جمهور مسئولیتی دیپلماتیک داره، یعنی اگه میرفت نیویورک قطعا بازداشتش کسی نمیکرد، اما قطعا محدودیت های اعمال میکردن هم برای خودش هم به یه سری از همراهاش، به روحانی، به یه سری همراهاش که روحانی تحریم نبود ویزا نداد آمریکا در نشست سازمان ملل شرکت میخواست بکنه. به هر حال محدودیت های زیادی براش قائل میشد، هرچند که خودشو بازداشت نمیکرد قطعا، و ضمناً پیش بینی میشد که اعتراض ها چندان باشد که جمع و جور کردن بی آبروی جمهوری اسلامی خیلی سخت بشه. حضور قاتل هزاران زندانی سیاسی که متهم به جنایت علیه بشریت در نیویورک و در سازمان ملل برای سخنرانی کم هزینه نمی داشت پیش و بیش از همه برای خود جمهوری اسلامی اگه این سفر انجام می شد. باری چند تا از اعضای کابینه رئیسی در آمریکا یا در اروپا یا در هر دو تحریمن، افزون بر خود رئیسی. اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات که هفته پیش معرفیش کردیم،
محمد رضا قرایی آشتیانی وزیر دفاع، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، احمد وحیدی وزیر کشور، عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری. اینا جزء وزیران که خب تاییدشون از مجلسشون گرفتن به اصطلاح، و از کسانی که مستقیم خود رئیسی به عنوان رئیس جمهور منصوب کرده در نهادهای ریاست جمهوری، در سمتهایی که به نهاد ریاست جمهوری مربوط میشه و قاعدتا در جلسات هیئت دولت حضور دارن ولی پست وزارت ندارن، به همین دلیل هم طبق قانون نیاز به تایید مجلس شورای اسلامی ندارن، اینا انتصابیان مثل محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور که البته قدرتش از وزرا بیشتره، و اینا در مجموع 18 تا هستن، 13 تا پست معاونت رئیس جمهوری هستن، 5 تا دستیار هستن که البته ممکنه بیشتر هم بشن، مثلا سخنگو هنوز نداره ریاست جمهوری، ولی بازم بیشتر ممکنه بشه. قالیباف که شد رئیس مجلس، دوروریاشو هی براشون پست و سمت جدید درست کرد تو مجلس، حبود بر دل خودش. از حالا از مجموع اینا چند نفر تحریمن؟ این 18 تا انتصابیای تا امروز: محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، سولت مرتضوی، معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، محسن رضایی میرقائد، معاون اقتصادی رئیس جمهور، محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، و محمد حسینی، معاون رئیس جمهور در امور مجلس، و البته جناب غلام حسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس جمهوری، که امشب میخوایم معرفیش کنیم. ایشون در 23 فروردین 1390 از سوی اتحادیه اروپا به دلیل نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی تحریم شد. بر اساس این تحریم، غلام حسین اسماعیلی حق ورود به کشورهای اتحادیه اروپا را نخواهد داشت و دارایی‌هایش در این کشورها توقیف می‌شوند. خب 5 تا وزیر به اضافه رئیسی، یعنی 6 تا از اعضای اصلی کابینه مورد تحریم آمریکا یا اروپا یا تحت تعقیب پلیس بین‌الملل، و 6 تا از منصوبان که مستقیم از رئیسی حکم گرفتن و نهاد ریاست جمهوری هن، اونا هم همینطور، یعنی یک دوجین کامل از اعضای هیئت دولت رئیسی در عرصه بین المللی تحریم هن یا تحت تعقیب اینترپول پلیس بین الملل. چه افتخار بزرگی. حالا به این ماجرای تحریم‌ها بعداً در برنامه‌های بعدی خواهیم پرداخت. رئیسی 5 تا از اعضای هیئت دولتش رو از قوه قضاییه آورده. عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امیر حسین رحیمی وزیر دادگستری، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و اسماعیل خطیب وزیر اطلاعاتشون، و آقای غلام حسین ساعدی رئیس دفترش. این 5 تا یا پیشتر سابقه غلام حسین اسماعیلی گفتم، به هر حال غلام حسین اسماعیلی رئیس دفترش، این 5 تا یا پیشتر سابقه کار در قوه قضاییه داشتن یا مستقیم از قوه قضاییه اومدن به دولت رئیسی، یعنی آخرین پستشون قبل از اینکه بشن عضو دولت رئیسی در قوه قضاییه کاری بودن، مثل همین غلام حسین اسماعیلی که سخنگوی قوه قضاییه بود شد رئیس دفتر رئیس جمهور، خطیب وزارت اطلاعات، و اسماعیل رئیس دفتر رئیسی بیش از بقیه با ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه کار کردند و به اصطلاح خودشون هماهنگ بودن با ایشون. خطیب چنان که در معرفی هفته پیش گفتم، از سال 59 تا امروز همیشه مورد حمایت ابراهیم رئیسی بوده، و غلام حسین اسماعیلی هم حداقل در 25 سال گذشته از زمانی که دادیار دادگاه ویژه روحانیت بود در مشهد. غلام حسین اسماعیلی از نیمه بزنین یه مقدمه درباره بچگیاش بگم بعد بریم نیمه دهه 70. متولد 1344 ایشون در یکی از روستاهای بیرجند در استان خراسان جنوبی، پدر کشاورز و آخوند محله. میگوید خودش که در یک خانواده کشاورز روستایی و به اعتبار همان روحانی محل بودن پدر مذهبی به دنیا آمدم. سال 1361 17 سالشه که از مشهد به عنوان بسیجی
میره جبهه. میگه اولین اعزام من به کردستان بود در سال 1361 و از طرف حوزه علمیه بود. یکی از جاهایی که لباس روحانیت پوشیدم آنجا بود. یعنی آخوند یقه سفیده خلاصه. غلام حسین اسماعیلی از اینو داشتم میگفتم که از نیمه دهه 70 خورشیدی، یعنی از 30 سالگی به عنوان دادیار وارد دستگاه قضایی در مشهد میشه و بعد از مدت کوتاهی میشود دادرس دادسرای ویژه روحانیت. اون موقع رئیسی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود. هر شکایتی که از کارکنان آخوند سازمان بازرسی کل کشور مثل بقیه جاها می آمد مستقیم میرفت و میره به دادگاه ویژه روحانیت. یعنی هر جایی که از آخونده شکایت به شالی آخونده مثلا کار ضد انقلابی بکنن، سازمان بازرسی کل کشور اونجا میفته روش. و خب چون آخونده میره دادگاه ویژه روحانیت و به همین دلیل جلسات مشترک برگزار میشه، ارتباط بازرسی کل کشور با دادگاه ویژه روحانیت بنابراین دائمی است. دادگاه ویژه روحانیت مستقیم زیر نظر خامنه ای اداره میشه، زیر نظر قوه قضاییه نیست. خود اسماعیلی میگه آشنایی نزدیکش با ابراهیم رئیسی از دهه 70 زمانی که به عنوان دادرس، چه دادرسی، به عنوان دادرس دادسرای ویژه روحانیت آقای غلام حسین اسماعیلی جلسات منظمی داشته است با ابراهیم رئیسی، رئیس وقت بازرسی کل کشور. و این آشنایی نزدیک البته سکوی پرتابش میشه به سرعت، یعنی با شدت، به رده‌های بالای دستگاه قضایی. سال 1383 39 سالشه میشه دادستان عمومی و انقلاب مشهد تا سال 88 به مدت 5 سال. سال 88 صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضایی اسماعیلی رو منصوب میکنه به ریاست سازمان زندانهای کشور. دو سال بعد در 23 فروردین 1390 اتحادیه اروپا درست به دلیل همین پستش در ریاست سازمان زندانهای کشور او رو تحریم میکنه به دلیل نقض شدید حقوق شهروندی. بعد از 5 سال از ریاست سازمان زندانها برکنار میشه. این کم پیش میاد، حالا خواهم گفت چرا برکنار میشه. و میشود رئیس کل دادگستری استان تهران سال 1393 تا 98 که 98 با حکم ابراهیم رئیسی میشه سخنگوی قوه قضاییه. رئیسی شد رئیس قوه قضاییه، آقا رو آورد به عنوان سخنگوی خودش. دو سال بعدم که اولین حکمی که رئیسی در مقام ریاست جمهور صادر کرد حکم ریاست دفتر رئیس جمهوری بود برای همین غلام حسین اسماعیلی در 17 مرداد 1400. خب این یک مقدمه تیتروار بود، چه میدونم میشود به قول علما گفت اجمالی مثلا بود، برای شناختن کلی غلام حسین اسماعیلی که از کجا آمده و چه مسیری رو طی کرده. اگر من بخوام زندگی نامه جنایی غلام حسین اسماعیلی رو بگم واقعا باید چند تا برنامه بزنیم فقط روی این موضوع. میرسیم امشب به چند نمونه از جنایت‌هاش اشاره کنم. فقط در همین 11 سال 12 سال 88 تا 1400 که بتونیم، این کافیست واقعا، کفایت میکنه برای اینکه یکی دیگه از جنایتکاران دولت ابراهیم رئیسی رو بشناسیم. سال 88 غلام حسین اسماعیلی با حکم صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه میشود رئیس سازمان زندانهای کشور. عرض کردم این سازمان زیر نظر قوه قضاییه است، برعکس دادگاه ویژه روحانیت که فقط زیر نظر خامنه است. سازمان زندانهای کشور زیر نظر عسکرم قوه قضاییه است و ابراهیم رئیسی اون موقع، یعنی از سال 83 تا 93 رئیسی معاون اول قوه قضاییه است و یکی از همه میدونن یکی از همه کارهای این دستگاه عدالت جمهوری اسلامی است. یکی از اتفاقهایی که در دوره ریاست غلام حسین اسماعیلی بر سازمان زندانهای کشور میفته
زمانی است که تمام اول تازه اسماعیلی شده رئیس سازمان زندانهای کشور. سال 88 اعدام مخفیانه چند صد زندانی، بیش از 500 زندانی در زندان وکیل آباد مشهد. حالا چرا مشهد؟ چون اسماعیلی قبل از این که بشه رئیس سازمان زندانهای کشور، ببینین جنایتکار نقشمند، به قول خودشون نقشمند چجوری کار میکنه. ببینین قبل از این که این آقا بشه رئیس سازمان زندانهای کشور، دادستان مشهد از سال 83 تا 88، بعدن بلافاصله از اونجا میشه رئیس سازمان زندانها. توی این مدت 5 سال دادستانی کاملا آمده برنامه ریزی کرده که چه کار بکنه. بعد 5 سال برش میدارم ولی کارش ادامه میده. تو مشهد که صدها زندانی رو مخفیانه اعدام میکنن و این آدم دادستانش بوده، یعنی نقشه رو از زمانی که دادستان این شهر بوده میخواسته عملی کنه. وقتی میشه رئیس سازمان زندانها، همون اول کار صدها زندانی رو میکشه. خبر اجرای احکام اعدام و نام و مشخصات این زندانیان که اکثر آنان دارای اتهامهای مربوط به مواد مخدر بودند در گزارش‌های رسمی زندان و دستگاه قضایی کشور اعلام نشده. تعداد اعدام‌های مخفیانه اجرا شده در زندان وکیل آباد مشهد از ابتدای تابستان سال 88 تا انتهای تابستان سال 90 بالغ بر 550 نفر است. اگرچه آمار و مشخصات دقیق این اعدام‌ها و همچنین نوع اتهام‌های وارد بر ایشان به طور مستند اعلام نشده، اما منابع خبری موثق در سیستم قضایی استان خراسان رضوی و همچنین زندان وکیل آباد توانستند نام و مشخصات دست کم 102 فرد اعدام شده را در اختیار کمپین بین المللی حقوق بشر قرار دهند. که اسامی این 102 نفر پس اعلام شده، منتشر شده. این کشتار داخل زندان ها به اسم مبارزه با مواد مخدر در شرایطی است که سپاه پاسداران بزرگترین کارتل مواد مخدر در خاورمیانه است. چرا اینا میان این افراد اعدام میکنن؟ چرا؟ چون همیشه باید کسانی که دم دستی ها هستن، اینا قربانی جنایتکاران بزرگ حاکم بر کشور بشن. قاچاق مواد مخدر به نوشته تایم سالانه میلیاردها دلار نصیب سپاه پاسداران میکند که همکنون هم انحصار قاچاق مواد مخدر در ایران را در دست گرفته است و هم با شبکه‌های تبهکار در جهان ارتباط دارد. مقامات پیشین جمهوری اسلامی ایران به نشریه تایمز گفتند که یکی از انگیزه‌های سپاه در قاچاق مواد مخدر ضربه زدن به کشورهای غربی است که این داستان را مکرر داشته‌ایم در برنامه‌های قبل. من فقط مختصری برای مستند کردن این موضوع خدمتتون عرض میکنم، میخونم. در واقع سازمان اطلاعات آمریکا موفق شده است دو تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران را که مستقیما در قاچاق مواد مخدر دست دارند شناسایی کند. یکی از آنان فرمانده سپاه در تهران بزرگ به نام سردار عبدالله عراقی است که با باندهای جنایت در اروپای شرقی ارتباط دارد. محسن رفیق دوست از فرماندهان سپاه در سالهای 60 همچنان پیوندهای خود را با این دست سازمانهای جنایتکار حفظ کرده است. سجاد حق پناه از مقامات پیشین حفاظت اطلاعات سپاه به نشریه تایمز گفته است که قاچاق مواد مخدر در نزد فرماندهان سپاه به امری فراگیر تبدیل شده و شماری از فرماندهان سپاه مستقیما در قاچاق مواد مخدر دست دارند. سجاد عقبنا گفته است که سپاه تریاک افغانستان را در داخل ایران به هروئین و مورفین تبدیل می کند و در همکاری با باندهای تبهکار آن را به سراسر جهان قاچاق می کند. مسئول پیشین حفاظت اطلاعات سپاه گفته است که سپاه پاسداران در این قاچاق از لوجستیک خاص خود که عبارت است از شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمایی استفاده می کند و در عمل قدرتی نامحدود دارد. این فقط یکی از گزارش‌هایی است که درباره تولید و قاچاق مواد مخدر در ایران منتشر شده. کسایی رو که می‌گیرن و حتی اعدام می‌کنن، پخش کننده‌های جزء همین شبکه توزیع کلان سپاه پاسدارانن. و تازه کی می‌دونه که چند تا زندانی سیاسی رو به اسم قاچاقچی مواد مخدر در زندان وکیل آباد مشهد اعدام نکرده باشن در بین این 550 زندانی اعدام شده در دو سال 88 تا 90.
زمانی که آقای غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های کشور بود. از جنایت هایی که در زندان‌ها در دوره ریاست همین شخص اسماعیلی بر سازمان زندان‌های کشور انجام شد، حمله مغولوار زندانبان‌ها و مأمورای حکومت به بند 350 زندان اوین بود. هر کاری کرده در دوره خودش واقعا بی‌نظیر بوده، چون همچین حمله مغولواری به بند زندانیان سیاسی از دهه 60 تا حالا هیچ وقت سابقه نداشته. این آدم باید این کارو بکنه. لبخند ملیح چندشاورش هم همیشه در گفتگو با خبرنگارا دیدید دیگه و میبینید. بند 350 بند عمومی زندان اوین، میدانید که مخصوص زندانیان سیاسی است. نقشه حمله به بند 350 با سازماندهی غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها در 28 فروردین 1393 عملی میشه. برای تهاجم به بند 350 از مدتی قبل در اداره کل زندان‌های تهران تیمی به ریاست سید حسن هاشمی مشاور غلام حسین اسماعیلی مدیر کل زندان‌های تهران که به خشونتگری معروف است، به همراه سرهنگ امانیان فرمانده انتظامی اداره کل زندان‌های تهران که در آن روز دستور حمله به زندانیان و ضرب و جرح آنها را صادر کرد، به همراه مسگریان رئیس حفاظت آن اداره کل، یعنی اداره کل زندان‌های تهران، همه دوروبری‌های اسماعیلی تعیین شده بودند. به 90 نفر نیرویی که توجیه شده بودند دستور داده شده بود اگر هر گونه اعتراضی شد از طرف زندانیا با شدت با آن برخورد کنید. در آن روز بیش از 30 نفر از زندانیان به اسم بازبینی بند مجروح شدند و 32 نفر از آنان به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. نحوه انتقال هم بسیار توهین‌آمیز و بی‌سابقه بود. در بند انفرادی تونل باتون درست کرده و سپس زندانیانی را که قرار بود به انفرادی برده شوند رو به دیوار نگه داشته و دست‌هایشان را از پشت دستبند زدند و در این حالت که امکان دفاعی وجود نداشت، آنان را مورد ضرب و شتم از پشت سر قرار داده و کلمات و الفاظ رکیک علیه آنان به کار بردند. پس از یورش وحشیانه نیروهای امنیتی در آن روز سیاه که به پنجشنبه سیاه معروف شد و رسوایی که در داخل و خارج از کشور به بار آورد، هیچ نهادی حاضر به بررسی بی‌طرفانه آن نشده که همین امر به خوبی ثابت می‌کند آن واقعه به قدری غیر قابل دفاع است که نمی‌توانند آن را بررسی، علناً البته، بررسی کنند. غلام حسین اسماعیلی که مسئول اصلی این کاره به عنوان رئیس کل سازمان زندان‌های کشور انکار می‌کنه اصلاً. گفتن چه اتفاق نیفتاده، انگار این اتفاق تو آدماش هستن، زندان رفتن، انفرادی رفتن، خانواده ها هستن، خبر جز جز پخش شده، انگار این اتفاق تو مریخ افتاده، مثلا این همه زخمی و اینا. خودش این جنایت رو سازمان داده، ولی ببینین میزان دروغگویی مسئولان این حکومت، من هیچ نسبتی دیگه نمیدم، همین دروغگویی ببینید چقدر بی حد و مرزه. یکم اردیبهشت 1393 رئیس سازمان زندانها درباره خبر درگیری و ضرب و شتم زندانیان در بند 350 اوین گفت هیچ گونه درگیری و ایراد ضربی از ناحیه همکاران ما حتی در حد تلنگر رخ نداده است. اسماعیلی در مورد اینکه گفته می شود شتاب زده به تکذیب مسئله روز پنجشنبه بند 350 اوین پرداخته گفت اصلا شتاب زده عمل نکردیم و در حال حاضر هم شتابی در رفتار ما وجود ندارد. رئیس سازمان زندان ها افزود بارها اعلام کردم که بر اساس یک برنامه کاملا ضابط مند و قانونمند و با رعایت همه ضوابط یک بازرسی انجام شده و هیچ گونه درگیری و ایراد ضربی از ناحیه همکاران ما حتی در حد تلنگر رخ نداده است. فشار بر دستگاه قضایی به هر حال انقدر زیاد میشه که باعث میشه صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه اسماعیلی رو از ریاست سازمان زندانها برکنار کنه و به جاش یکی دیگر رو بذاره. اما با وجود عزل رئیس سازمان زندان‌ها، چند روز پس از پنجشنبه سیاه
رئیس جدید سازمان علی‌رغم اظهارات ملایم اولیه هرگز آن واقعه را مورد بررسی قرار نداد. چاقو از خودشون نمی‌بره. و اما نکته غم‌انگیزتر این که برخی از خانواده زندانیان هم که پیگیر این ماجرا بودند بعدتر مورد پیگرد و حتی بازداشت و محکومیت قرار گرفتن. باری قضایا روشنه دیگه. پست بعدی که صادق لاریجانی به اسماعیلی میده نشون میده که برکنارش از ریاست سازمان زندان ها فقط یه نمایش بوده که خواستن سر و صدای خانواده زندانیان سیاسی و بازتاب این صداها در جهان رو به اصطلاح کاهش بدن. اسماعیلی با حکم صادق لاریجانی میشه رئیس کل دادگستری استان تهران. چهارم اردیبهشت 1393. پر سر و صدا ترین اتفاقی که در دوره ریاست اسماعیلی بر دادگستری تهران میفته افشا شدن جزئیات پرونده سعید طوسی قاری محبوب رهبر این نظام مقدس است که جرم کودک آزاری و تجاوز به کودکان در دستگاه قضایی خودشون ثابت شد. و ببینید که غلام حسین اسماعیلی در مقام ریاست رئیس کل دادگستری استان تهران چگونه باعث میشه که یعنی دست داره چه نقش مهمی داره در تبرئه کردن سعید طوسی. قبل از اینکه بیام این داستان رو بگم و حتی یادآوری اجازه بدین بکنم درباره پرونده سعید طوسی نکاتی که بیشتر مربوط میشه به همین اسماعیلی، بذاریم وظایف رئیس دفتر ریاست جمهوری اسلامی رو بگم تا بدانید که درست جایی که نباید غلام حسین اسماعیلی باشه رئیسی اومده منصوبش کرده. رئیس دفتر رئیس جمهور به دو دلیل سمتی تعیین کننده است. اول اینکه او هماهنگ کننده و زمان دهنده برای برنامه های رئیس جمهوری است. دوم اینکه اوست که انتخاب میکند یا اولویت میدهد که کدام گزارش ها زودتر به دست رئیس دولت برسد یا رئیس دولت در کدام مجالس حضور یابد. به همین دلیل است که صندلی رؤسای دفتر ریاست جمهوری همیشه جایگاهی مهم و بحث انگیز بوده است. من از اول معرفی اعضای هیئت دولت رئیسی از زمانی که ایشون جلوس فرمودند در کرسی ریاست جمهوری گفتم که اعضای این هیئت رو درست بر سر کاری گمارده اند که اگر عادلانه نگاه کنیم، یعنی اگر عادل باشیم در واقع، دقیقا سر اون کار اون آدم ها نباید باشن. الان خوندم دیگه یکی از وظایف رئیس دفتر رئیس جمهور اولویت دادن به گزارش هاست که کدوم زودتر کدوم دیرتر به رئیس جمهور برسه، کدومش مهمتره، اولویت داره در واقع. درست همون کاری که انجام ندادن متعهدانه و درستش باعث شد که سعید طوسی مجازات نشه توسط اسماعیلی زمانی که اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران بود. بعد حالا همین اسماعیلی میاد اولویت بندی میکنه گزارش ها به رئیس جمهور. ببینید رئیس جمهور کیه و بقیه داستان چی میشه. یه مشوق باز دروغگو واقعا. و جنایتکار از جمله همین اسماعیلی که بخشش و پربندش رو گفتم، ولی بقیهش رو خواهم گفت. دو سال از سال 94 تا سال 96 پرونده سعید طوسی رو همین اسماعیلی بایگانی کرد. اونا رئیس کل دادگستری استان تهران گرفت بایگانی کرد. سال 96 هم سعید طوسی رو تبرئه کردن. داستان این بود که پرونده سعید طوسی همتون حفظین، حالا من فقط یادآوری میکنم، عرض کردم نکاتشو. بعد از شکایت خانواده های چند تا از قربانیان کودک آزاری سعید طوسی بالاخره از سال 89 و قبلش هم به بیت شکایت کرد و از سال 89 به خود قوه قضاییه، بالاخره در سال 92 رئیس شعبه 15 بازپرسی دادگستری تهران آقای کیان منش میاد حکم مجرمیت میزنه برای سعید طوسی بر اساس شکایت 4 شاکی و عده شاهد از بین بچه های قرآنی. قرار مجرمیت که زده میشه بیت رهبر معظم به دست و پا میفته. همونطوری که مستحضر هستید آقای سیدعلی مقدم رئیس شورای عالی قرآن و دست ارتباطات بیت رهبری ایشون با تماسها و اعمال نفوذهایی که میکردن مانع از پیشرفت این پرونده میشدن و میخواستن این رو به اصطلاح در همون نطفه خفه بکنن که نتیجه کارشون شدش که دادستان تهران نامه زدن به آقای
صادق لاجنی رئیس قوه قضاییه و ایشون هم یه نامه زدم به آقای خلف مشاور رئیس دفترشون و ایشون هم پرونده رو به صلاح فاقد ادله اثباتی جرم تشخیص دادن و به آقای کیان منش پاسپورت پرونده که قبلا قرار مجرمیت زدن این بار دیگه در اجرای امر دادستان تهران اومدم قرار منع تعقیب برای آقای سعید طوسی صادر کردن این سال 92. خب رهبر از طریق پسرخاله‌اش که مسئول روابط مردمی بیت رهبره سیدعلی مقدم دستور جلوگیری از پیشرفت پرونده رو میده. سیدعلی مقدم پسرخاله پیشوا رئیس شورای عالی قرآن و مسئول روابط مردمی بیت رهبر و با سعید طوسی از طریق همسرش، ببینید ارتباطا رو، اون که پسرخاله این و سعید طوسی از طریق خواهرزاده همسر مقدم با سیدعلی مقدم پسرخاله رهبر فامیله، یعنی به این طریق فامیل رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی است. سیدعلی مقدم به دستور پسرخالهش پیشوا تماس میگیره با رئیس و مشاور رئیس قوه قضاییه، اونا هم فوری تماس میگیرن با دادستانشون جعفری دولت آبادی و طی چند ساعت در یک روز نهم اردیبهشت 1392 دستور صادر میشه. ببینین نامه رو دیگه. بله این سه امضاست، امضای قبلا هم دیدین نامه رو، هر سه تاشون امضا کردن که ادله کافی نیست. امضای صادق لاریجانی به مشاورش میزنه که آقای مشاور شما لطفاً مشاور محترم جناب عالی مشاوره بدید با آقای دادستان کل، و مشاور محترم هم مینویسه که پرونده ملاحظه شد، همون لحظه مینویسه پرونده ملاحظه شد و کافی نیست ادله و شواهد و بله به همین دلیل باید حکمی که زده شده پس گرفته بشه. شاکی ها اعتراض میکنن، پرونده دوباره میره برای بررسی. قاضی حسینی دومین قاضی بود که از این پرونده مجبور شد عقب نشینی کنه، چون این موضوع چیزی نیست که هر کسی هر چقدر هم ذوب در پیشوا باشه بتونه ندیده بگیره. این کودک آزاری در این حد انبوه و توسط کسی که اینقدر نقاب ریا بر چهره داره خیلی قابل گذشت نیست، هر چقدر آدم جلادی باشه. ولی قاضی حسینی هم با تهدید و فشار کوتاه میاد و قرار مجرمیت ارتکاب فعل حرام و غیره حذف میشه، سه تا اتهام بوده به اصطلاح، و فقط بر اساس یک اتهام تشویق به فساد پرونده میره به شعبه 1057 شعبه کارکنان دولت زیر دست قاضی حیدری که قاضی معروفی است در دستگاه قضایی. قاضی حیدری برای این شخص 4 سال حبس تعزیری صادر کردن، یعنی ایشون به ما گفتن که با این که من تحت فشار بودم تو این پرونده، ولی همین 4 سال هم خیلی به اصطلاح خطر کردم که در این شخص حکم صادر کردم، و گفتن که اصلا بحث ایشون اگر ابتدا پرونده یه دست من بود اصلا حکم واقعیشون این نیست، نه من حکم واقعیشون اعدامه. اینا حرف قاضی حیدریه، شعبه 1057 کارکنان دولت میگه اگه میخواست رعایت عدالت بشه سعید طوسی طبق قوانین جمهوری اسلامی باید اعدام میشد. خب پس چرا نشد آقای قاضی حیدری و بقیه؟ به هر حال شما میخواین سر پستتون بمونید که ایرادی هم نیست، به هر حال همه که مبارز نیستن که، باید نانی خورد دیگه، حلال یه لقمه نونی باید بره پایین. اگل اصلا قوه قضاییه ای وجود نداره، دستور پیشوا به جای همه چیز، و قاضی حیدری هم تو این پرونده اینجوری از قارچ سمی رهبر معظم بوی فساد میگیره. هر دو طرف به هر حال به این حکم 4 سال زندان که قاضی حیدری میده اعتراض میکنن، شاکی ها اعتراض میکنن که حکم آبکی است و غیر عادلانه،
با توجه به اینکه شنیدن از خود قاضی حیدری که این باید اعدام بشه طبق این ادله. بعد طوسی هم اعتراض میکنه که اصلا من جرمی نکردم که برم زندان. پر رو میشه. اولش التماس میکنه. نامه اعتراف نامه می نویسه. اینا دیگه فرصت نداریم. من تو برنامه های مفصلی گفتم. اعتراف نامه می نویسه. انگوش میزنه زیرش. که بله من این کارها رو کردم. اصلا اینجا دیگه این کار میکنه. تو این فاصله یه اتفاقی میفته. یه نفر به اسم علکی مظفری با سعید طوسی تلفنی تماس میگیره، گفتگو رو ضبط میکنه و سعید طوسی تو این گفتگو با صراحت میگه دستور خود رهبره که منو تبرئه بکنن. در هر صورت یعنی حالا خود حضرت آقا یعنی فرمودن که این اصلا چه هستش، ایشون حرفش حجت برای ما. اولا بگم که آنچه که الان شنیدید تیکه‌ای بود از بخش کوچکی بود از گزارش‌هایی که قبلا در برنامه صفحه آخر پخش شده و همین صحبتی هم که شنیدین گفتگوی تلفنی ضبط شده آقای مظفری رو با آقای سعید طوسی که بالاش نوشته شده بود، کسانی که میبینن این برنامه رو بالاش نوشته شده بود که پخش مجدد این برنامه حاوی فلان است. باز کل این به دلیل پخش برنامه قبلی بود، یعنی اون پخش مجدد این برنامه حاوی فلان است در برنامه که الان داریم پخش میکنیم بیمعنیه. باید اون دوستانی که ادیت کردن تصاویر برنامه رو اون تیکر رو باید در میوردن که در نیوردن. حالا من این توضیح رو دادم که وقت قاطی پاتی نشه، بعدن هی پیام نفرستین که اون پخش مجدد یعنی چی. خب این یک. دو، سعید طوسی البته آقا امام خامنه ای پشتشه، به خاطر اینکه از کودکی هواشو داشته، بهش جایزه داده در کودکی در مشهد و من اینایی رو که در برنامه های گذشته در گزارش عرض کردم خدمتون مستند، فقط دارم تیتروار میگم تا ادامه برنامه رو بدم خدمتون. و بعد خود به دعوت علی خامنه ای سعید طوسی از مشهد میاد تهران و میشود مربی صوت و لحن، به اصطلاح مربی قرآن مجتبی خامنه ای که امیدوارم خدا به خیر گذرانده باشه برای مجتبی خامنه ای. و بعد آقای سعید طوسی یه خونه آقای خامنه ای براش میخره که آدرس مشخصاتشو در برنامه قبل اعلام کردم در تهران. و یک بارم که صحبت میکردم با آقای، یک بار اصلا افتخار گفتگو با آقای سعید طوسی به بنده داده شد که شمارهشو یکی از قربانیان به من داد، من تلفن زدم گوشی رو برداشت و پخش کردیم همون صحبتو که با وجود اینکه برنامه رو پخش کرده بودیم و می‌خواستیم برنامه بعدی رو پخش کنیم من باهاش صحبت می‌کردم تلفنی، خیلی مخلصانه و ملتمسانه صحبت می‌کرد. این جور آدما در فرهنگ کوچه بازاری ما ایرونیا، منظورم در تهران به ویژه، در اصفهان به ویژه، من شهرهای دیگر رو زیاد خبر، در شمال به ویژه، اینا معمولا وقتی گیر میفتن فقط به التماس میفتن. این آدمایی که تمام عقده های کودکی و ستم هایی رو که بلدن روی کودکان پیاده میکنن، وقتی که گیر میفتن التماس میفتن. سعید طوسی هم تا زمانی که آدمایی مثل غلام حسین اسماعیلی رئیس وقت دادگستری
استان تهران ازش حمایت نمی کردن و تا زمانی که نمی دانست که خامنه ای مستقیم دستور داده به سید علی مقدم که تماس بگیر با قوه قضاییه و این پرونده رو جمع کنین، التماس می کرد به همه. میگم اعتراف نامه نوشت، 2 سال مکرر پشت هم دیگه وزیرش انگشت زد، ولی به محض اینکه میفهمه که خامنه ای دستور داده که پروندهش جمع بشه و عرض کردم یکی از دست در کارها هم که حالا مشخص‌تر خواهم گفت غلام حسین اسماعیلی است، اونجا پررو میشه، میگه اصلا من کاری نکردم کسی بیاد علیه من شکایت بکنه. حتی باری همه چیز روشنه. حالا یه صحبتی رو که از یکی از قربانیان الان پخش میکنیم بهش توجه کنید. یه قاضی خوشنام، یکی از قاضیان خوشنام، متاسفانه تعدادشون بسیار اندکه، در قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اسم قاضی احوارکی در شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران، ببینید با این پرونده که میره زیر دستش چه جوری برخورد میکنه. مدت شاهد جدید بودیم از نوجوانانی که خودشون مورد تعرض قرار گرفته بودن و اومدن اونجا. وقتی شهادت دادن خود این شخص با وکیلش آقای حمید هروی اصلا هیچ حرفی نمیتونستن بزنن. اون عمده چیزی که مطلبی خواستی که فقط وکیلشون داشت میکنشون، چون شخصیت مشهوریه با صدای عدمونشون مثلا از خواب بلند میشیم، نباید ایشون مجازات بشه چون مشمول یک بندی از قانون میشه که این جور افراد باید مسئول باشه. گفتن 3 هفته دیگه خود صادر میشه، در حالی که حالا مطابق قانون میاد 1 هفته بعد از حد میزرسته تا دستی باید خود که بعدی صادر بشه. 3 هفته طول کشید. بعد 3 هفته ما میرفت مراجعه میشهدیم قاضی احوارکی، میگفتن که اجازه یه در من فرصت به این حکم که میزنیم خیلی سبک نباشه. بعد دوباره هفته بعد میرفتیم گفتن اون نواره از فایل صوتی که میگه حضرت آقا بای لاریجان رو جمع کنید پرونده رو، اما نتونستیم اینجا تو دادگاه بکنیم، یه بار بیارید اینجا باز کنیم گوش بدیم. بعد دوباره یه هفته دیگه میرفتیم، دوباره اسم منظور میگفتن ما دوباره برمیگشتیم. بعد آخرسر یه آقای احوالی گفتن که آره آقای اسماعیلی رئیس دادپست داری پرونده رو اما گرفت، ما نمیدیم دیگه به کجا خط میشه این امر. من این گزارش فشرده رو دادم تا برسم به همینجا. وقتی کار به جایی میرسه که دیگه چاره ای در برابر 4 سال زندان، حداقل 4 سال زندان رفتن سعید طوسی نمیتونن بکنن، غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران وارد عمل میشه. 2 سال پرونده رو بایگانی میکنه تو کشوی میزش. بچه‌ها و خانواده هاشون هر چی میرن سراغ اسماعیلی نتیجه نمیگیرن. بلوکه آقای اسماعیلی قرار داشت. بعد ما دیگه این اخیراً پدرم از طریق آقای محمود صادقی نماینده مجلس اقدام کردن و باشون تماس گرفتن، مدارک رو بهشون دادیم، نامه نوشتیم به ایشون، به 15 نفر از نمایندگان مجلس عمل اصلاح طلب اصولگرا و مدارک رو بهشون ارائه دادیم، نامه به کمیسیون اصل 90 و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم نوشتیم، ملاقاتی داشتیم باشون، این پدر من با پدر یکی دیگه از شوفات ملاقاتی داشتن، ولی هیچ کدوم از این نمایندگان محترم اصلا هیچ اقدامی نکردن در جهت احقاق حق به بچه ها. به نظر محمود صادقی که الحق و الانصاف جانانه روی این قضیه کار کردن و با شجاعت و شهامت این مداری که ما دادیم منتشر کردم و موقع تأییدی زدم بر تمام این برنامه هایی که شما زحمت کشیدید و پخش کردید در مورد مصاحبه های ما، که ما الان خدا رو شاکر هستیم که دهن یزده رو بستیم با این کار. یعنی آقای محمود صادقی با این کاری که کردن موجب شدن که به اصطلاح افرادی که میگفتن که این کار رسانه های معاند و بیگانه هستش، اینکه یک نفر از خود مجلس، یک نماینده محترم از خود مجلس شورای اسلامی این رو تایید کرده و توییت هایی که در این زمینه به اصطلاح منتشر شد از ایشون که گفتن که فرایند دادرسی این پرونده مشخص هستش که اعمال نفوذ در این پرونده صورت گرفته و افرادی در بیت مقام معظم رهبری
از این کودک آزار قرآنی دارن حمایت میکنن. حال تو همین مدت که پرونده آماده صدور حکمه ولی اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران بایگانیش کرده و محمود صادقی نماینده ی رد صلاحیت شده مجلس، البته اون موقع نماینده بود، بعد به خاطر همین کارا رد صلاحیتش کردن، پیگیریاشو داخل چرخه حکومت میکنه، نامه هاشو میفرسته به آدمای مسئول یا مأمور. افزون بر صادقی، رؤسای کمیسیون اصل 90 مجلس و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم برای لاریجانی، علی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، و هم برای اسماعیلی رئیس دادگستری مینویسن که آقا چرا پرونده رو بایگانی کردین و حکم صادر نمیکنین. بعد از 2 سال این فشارا باعث میشه که 5 آذر 96 اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران نامه بزنه به لطفی سرپرست محاکم تجدید نظر استان که آقا 2 قاضی پیدا کن که این حکم رو لغو کنن. همه دنبال اجرای دستور رهبرشونن. سعید طوسی باید تبرئه بشه. مقرر فرمایید 2 از مستشاران دیگر محاکم تجدید نظر، یعنی برین یه جای دیگه پیدا کنین، با فوریت نسبت به پرونده مطروحه رسیدگی و اظهار نظر نمایند. امضا غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران. در حالی که احورکی و آژیده و یک همکار دیگه شون 3 قاضی در شعبه 56 دادگاه تجدید نظر هستن، غایب نیستن، حضور دارن. میگه آقا برین 2 از مستشاران دیگر محاکمه، چون اینا این حکم نمیان رد بکنن، دعوا میشه، فلان میشه، دوباره کش پیدا میکنه این قضیه، نکنین این کارو. برین 2 دیگر از دیگر محاکم تجدید نظر پیدا کنین، بیارین با فوریت قضیه رو تموم کنین. 2 هم پیدا میکنن که دیگه من اینجا فرصت معرفی رضا صابری و یوسف فیروزی که به دروغ شدن قاضی شعبه 56 دادگاه تجدید نظر با حکم تبرئه سعید طوسی رو امضا کردن و دیگه اینجا نداریم. قبلا تو همین صفحه آخر معرفیشون کردم که اینا چه جرثومه های فسادی هن. این رضا صابری و چی بود اسم کوفتی اون یکیشون، رضا صابری و یوسف فیروزی، بله جرثومه های فسادی هن به قول علما. 7 بهمن 96 آقای حاج سعید طوسی به سایت های خبری جمهوری اسلامی میگوید رأی تبرئه من در دادگاه تجدید نظر صادر شد. 19 بهمن 96 در آستانه جشن سالگشت پیروزی آخونده در انقلاب 57 دستگاه قضایی اعلام کرد که حکم تبرئه قاری بین المللی قرآن صادر شد. سال 98 رئیسی که شد رئیس قوه قضاییه و اسماعیلی رو کرد سخنگوی قوه قضاییه، شاکیان سعید طوسی نامه نوشتن به رئیسی که حالا که شد رئیس دستگاه عدل علی بیا حق ما را بستان. بس ها میدانند که حقشون در جمهوری اسلامی ستانده نمیشه، ولی خب به هر حال مثل بقیه که در چهارچوب به هر حال قوانین جمهوری اسلامی زندگی میکنن، حجت رو در واقع میخوان تمام بکنن. یه نامه اون موقع مینویسن وقتی میشه رئیس قوه قضاییه رئیسی، و یه نامه هم 2 بعد در 27 خرداد 1400 درست 1 قبل از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی که اون شعارای تبلیغات انتخاباتی رئیسی و عدالت و فلان و سید محرومان و این داستاناش دیگه تموم شده بود و فرداش باید رأی میدادن. یکی از شاکیان سعید طوسی نامه سرگشاده ای نوشت به ابراهیم رئیسی. نوشته است جناب آقای رئیسی، این پرونده محک خیلی خوبی برای اثبات صدق سخنان حضرت عالی بود. به همین خاطر بود که 2 پیش از طریق نماینده محترم مجلس جناب آقای دکتر محمود صادقی نامه حضور شما نوشتیم که حق ضایع شده ما را به ما برگردانید، ولی متاسفانه اقدامی صورت نگرفت. ما توقع داشتیم با آقای غلام حسین اسماعیلی برخورد جدی می کردید که چرا پرونده را که موعد صدور رأی توسط قاضیان محترم شعبه 56
آقایان احوارکی و رمضانی و آژیده در دادگاه تجدید نظر بود، از شعبه گرفته و دادرسی را به مدت 2 سال بدون جهت و به صورت غیر قانونی به نفع متهم متوقف کرده و موجب اطاله دادرسی شده است و بعد از 2 سال با فشارهای برخی نمایندگان شریف از مجلس شورای اسلامی، آقای غلامحسین اسماعیلی با شتاب و عجله پرونده را با وجود اینکه ریاست محترم شعبه 56 و مستشاران محترم آن در سر کارشان حاضر بودند، به 2 مستشار آریتی از شعب دیگر احاله کردند تا حکم تبرئه متهم را صادر کنند. هیچ جوابی نگرفتند شاکیان از حضرت آیت الله رئیسی سید محرومان. اسماعیلی شد رئیس دفتر رئیسی در اولین حکمش وقتی شد رئیس جمهور، حضرت آیت الله رئیسی سید محرومان. اینجوری دستگاه عدل علی و عمل کرده دولت امام زمانشون. امام زمانشون منظور هم سید علی خامنه ای ها. اسماعیلی مثل قاضی القضات فعلی جمهوری اسلامی محسنی اژه‌ای فقط به دلیل جلادی نیست که آشنای زندانیان و خاص و عامند، در سوء استفاده از قدرت برای مطامع مالی هم اینا ید طولایی دارن. یک نمونه بگم فقط تا قبل از اتمام برنامه. اکبر طبری که 20 سال معاون اجرایی و مدیر امور مالی رئیس قوه قضاییه بود تو دوره شاهرودی و تو دوره صادق لاریجانی، به اتهام رشوه خواری و پولشویی در تیر ماه 98 بازداشت شد. در شهریور 99 به 31 سال حبس محکوم شد. در دفاعیه‌ای که نوشت در زندان و هیچ وقت این دفاعیه منتشر نشد مگر برای نخستین بار در خارج از کشور توسط سایت ایران وایر منتشر شد. در دفاعیه بارها از دادگاهشون میخواد که غلام حسین اسماعیلی رئیس کل سابق دادگستری و سخنگوی وقت قوه قضاییه رو، موقعی که این دادگاهی داشت میشد اون سخنگوی وقت قوه قضاییه، سخنگوی قوه قضاییه بود، که آقا به دادگاه بیارینش غلام حسین اسماعیلی رو. من میخونم صفحه 7 دفاعیه اکبر طبری. به ویژه از محضر دادگاه محترم به اصرار قبلی خود مبنی بر دعوت از آقای غلام حسین اسماعیلی سخنگوی محترم قوه قضاییه به عنوان رئیس دادگستری وقت استان تهران و دوست صمیمی قاضی منصوری به عنوان مسئول مستقیم مقام قضایی زمین کلاک لواسان به دادگاه در مقام مطلع و استماع اظهارات ایشان که کلید کشف اسرار زمین کلاک لواسان و کشف حقیقت در دست ایشان است، تأکید دارم تا به دادگاه دعوت شوند و به این سوالات که از دلایل اثبات بیگناهی این جانب محسوب می شود پاسخ دهند. یک، شرح ماوقع از حضور ایشان یعنی شخص آقای اسماعیلی به محل زمین کلاک لواسان به همراه رئیس حوزه وقت ریاست قوه قضاییه و دادستان وقت تهران در سال 95 شنیده شود. و سه، از آقای اسماعیلی سوال شود آن متن نامه یا ابلاغیه قضایی و رسمی را که تحت عنوان فرمان حکومتی از خامنه ای گرفته بودین و به عنوان پایان قضیه زمین کلاک لواسان به تمام مسئولین و دستگاه زیر ربط قضایی دولتی اعلام و ابلاغ کردید به دادگاه ارائه و توضیح دهند و اظهارات ایشان شنیده شود. آقای اسماعیلی برای دادگاه محترم توضیح بدهند که به عنوان رئیس دادگستری وقت استان تهران و به عنوان مسئول مستقیم قضیه زمین کلاک لواسان دلیل رابطه دوستی و تنگ و تنگ با قاضی منصوری چه بوده است که در اون صورت و چنانچه دادگاه محترم فلان کند، اینو بگه بیاد و صحبتش رو بشنوه، پوچ بودن و افترا بودن و سناریو و ساختگی بودن اتهامات راجع به اعمال نفوذ این جانب در ماجرای زمین کلاک لواسان آشکار می شود. صفحه 7 دفاعیه اکبر طبری در دادگاه که عرض میکنم هیچ وقت نگفته شد. گفتن دادگاه طبری علنی است، فقط یک دادگاهش رو پخش کردن از صدا و سیما، از جلسات نمیدونم 19 جلسه گویا 17 جلسه یا 19 جلسه دادگاه، یکیش رو فقط پخش کردن. دادگاه علنی است، هر جا خواستن بستنش. خب اینجا درباره
بعد سریع‌تر به رابطه قاضی غلامرضا منصوری، چون ببینید یکی از اتهام‌های مهم طبری همین رشوه‌های کلان گرفتن و ارتباطاتش با دانیال زاده و دیگران در زمین کلاک لواسون. میگه آقا غلام حسین اسماعیلی مسئول این کار بوده، اون دستش تو این کار بوده، دعوتش کنیم بیاد. و رابطهش با قاضی غلام حسین غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری با اسماعیلی اشاره میکنه. قاضی منصوری که گفتن در بخارست رومانی خودکشی کرده شد، متهم به دریافت 500,000 یورو رشوه در همین پرونده اکبر طبری بود. طبری در دفاعیش نوشته که آقای غلام حسین اسماعیلی سخنگوی فعلی قوه قضاییه به عنوان دوست صمیمی، بچه محل و همشهری قاضی منصوری و بانی انتقال منصوری از مشهد به تهران و معرف قاضی منصوری در دادن سمت‌های قضایی و خصوصا انتخاب ایشان به عنوان قاضی ویژه اجرای احکام زمین‌های کلاک لواسان، اکنون باید به عنوان متهم ردیف اول این پرونده در کنار این جانب قرار گرفته باشد. غلام حسین اسماعیلی رو میگه. اسماعیلی به عنوان متهم کنار اکبر طبری که قرار نگرفت، حتی به عنوان مطلع هم به دادگاه احضار نشد. نبایدم میشد. آخه این چه حرفیه؟ اسماعیلی و رئیس سابقش لاریجانی و رئیس امروزش رئیسی که موقع دادگاه رئیس قوه قضاییه بود، اینا همه خودشون سابلن، خودشون این بساطو چیدن و تازه یه نفر از خودشون رو تونستن قربانی کنن که جزو روحانیون حاکم نبوده، فقط از قبل اونا نون تقلب و دزدیش رو میخورده، حذفش کردن تا اسماعیلی و دیگران حفظ بشن. یعنی چی؟ تو هم دارید 20 صفحه دفاعی می‌نویسی که بخوای اسماعیلی رو بکشونه به دادگاه. هفتم تیر 1400، یعنی 9 روز بعد از انتخابات ریاست جمهوریشون و 1 ماه قبل از رئیس دفتر شدن اسماعیلی، وبسایت خامنه‌ای گفتگو با اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضایی رو منتشر میکنه تا چی رو بگه؟ تا بگه پیشوا حمایت قاطع از اسماعیلی داره. در قوه قضاییه که همیشه میگیم ناراضی بودن 50% مردم امر طبیعی است، ولی امروز وقتی 70% رضایتمندی رو از مردم داریم، بیانگر این هست که مردم الحمدلله رب العالمین با کار جهادی و اصلاح رویکردهایی که در قوه قضاییه انجام شده، تونستیم این سرمایه نسبی رو به دست بیاریم. البته اصلا به این قانع نیستیم هنوز، ما بایستی رضایتمندی بیش از این رو داشته باشیم. اینو تیر ماه 1400 سایت خامنه‌ای منتشر کرده، یعنی رئیسی رو ما بیخود رئیس جمهور نکردیم و این اسماعیلی رو بیخود نذاشتیم بر دست رئیسی. اینه کارنامه‌شون. حالا منتظریم بنده و جناب عالی که بعد یه مدت اسماعیلی بیاد بگه طبق نظرسنجی ما 99.8% 9% مردم از دولت رئیسی راضیان. بریم پرده آخر. یه وقت بعضی از گناهان را جزاشو در زمان خودت بهت میزنن، زمان تو. بعضی از گناهان را جزاشو در زمان ظهور بهت میزنن، چون زمان نداره. بعضی از گناهان را در قیامت جزاشو خواهی دید، اونم در حد فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. تو دوست داری در زمان خودت تازیانت بزنن یا در زمان ظهور زندت کنن بزننت، یا در قیامت؟ کدومی کشو انتخاب میکنی؟ همو بهتر حد قصبت همین الان بزنن، در زمان تو بزنن که اقلا خجالت نکشی، اون فیس تو فیس با امام زمان نشه. شب و روزگار خوش.